شهرام جزایری برای هر رسانه‌ای یه سوژه پر از سواله. آدمی که هم روزهای قدرت رو دیده، هم روزهای زندان و انفرادی رو. قرار ما هفته قبل بود که نشد و به تعویق افتاد، اما حس کردیم حتی با وجود مصاحبه جنجالی اخیرش جواب خیلی از سوالامون رو نگرفتیم. به همین خاطر در آخرین روز آذر ماه 94 با شهرام جزایری در رستوران سیمونی توی همین خیابون مفتح قرار گذاشتیم تا حرفایی رو که تا به حال به هیچ رسانه‌ای نزده از زبون خودش بشنویم. زندانی‌ها میتونن دو هفته یک بار، ماهی یک بار با خانواده هاشون ملاقات های شرعی و ملاقات های خصوصی داشته باشن با همسرانش. خب من به خدا این کارا که شما می نکردم. خدا من وقتی تو دادگاه می رفتم می دونستم خدا خودش خبر داره ما چه کردی. اما چیزی به دست نیامد. الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. با یه هفته تأخیر بگم یا وایسم؟ بفهم. یاد علی دایی افتادم. چرا؟ قبل بازی دعا می‌خونم. الان دعا خوندی؟ ذکر گفتم. ختم قرآن کردم. با قول هو الله و قبول بشه. ما قرارمون نه ما شرطی نداریم. چون شاید چون ادعایی هم نداریم. قرارمون فکر می‌کنم یه هفته قبل بود. و نمیدونم چی شد که نشد و بعد ما دیدیم که شما یه مصاحبه منتشر کردین. راستش اولش من گفتم که خب دیگه مصاحبه کردم، ولی بعدش که مصاحبه رو دیدیم دیدیم نه خیلی هنوز حرفایی نگفته ای هست، چون حس میکنم که الان مصاحبه های چالشی ما بیشتر به کلکل و روکم کردن و مچ گرفتن و اینا میرسه تا اینکه واقعا به اون تعامله برسه که یه حقیقتی روشن بشه. الان ما بیشتر میخواییم بدونیم که اون سوالایی که حالا شاید مردم تو کامنت ها از شما داشتن و اون نقطه پاما و تمام چیزایی که خودتون دلتون میخواسته بگین و نشده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مرسی لطف کردید، محبت کردید. در مورد اون مصاحبه که شما فرمودین، بالاخره اون مجری عزیز فرده فریخته و عزیزی هستن که خب یه سری سوالاتی بودش شاید در سطح عوام جامعه نسبت به اون شهرام جزایری مطرح بود. ایشون سعی کردن که اون سوالات رو مطرح کنن. خب من هم دفاعات اون کامنت هایشون پیغام گذاشتم که خود من تند شدم، عذرخواهیم کردم بسما، چون بالاخره سال هاست ما مواجه با این ادبیات هستیم و با سعه صدر و صبوری پاسخگو بودم. به نظر میرسه که بهتر شما لطف فرمایید مطالب خودتون رو بفرمایید و من دخمتون هستم که حالا شما میفرمایید کامنت و اینا فرجه نکردم بخونمشون، اما شما سوالاتتون رو بفرمایید. آقا لباس ورزشی چرا نپوشیدی؟ من حالا حساسیت در واقع مردم رو نمیفهمم. حتی مردم عزیز شاید خوششون هم بیاد که من خیلی خودمونی باهاشون برخورد میکنم، اما بعضی ها احساس کردم که فکر کردن به مانند برداشت از خنده های شهرام جزایری برداشت خاصی داشته باشن. نه، بالاخره لباس ورزشی لباس راحت و منم چون از صبح زود در واقع میرم بیرون و به کار و موضوعات هم میرسم، لذا ترجیح دادم با لباس ورزشی باشم. اینکه حالا توی مصاحبه همچین در واقع لباسی رو بپوشم یا قصد و قرض خاص توش نبود. نبوده. اگه حالا کسی هم ناراحت شده از خواهیم. نه اختیاری. شما میفهمید؟ والا من خودم بیشتر از هر چیزی دوست دارم بدونم یکی آدمی که یه دوره تو عرصه فعالیت های اقتصادی خیلی معروف و معتبر و موفق بوده چه مسیرهایی رو طی کرده. یعنی من به عنوان یه آدمی که میدونید که یکی از رویاهای همه مردم ایران خیلی پولدار شدن و برای این خیلی پولدار شدنه راهکاری ندارم، فقط آرزو شدن. میخواییم بدونیم که اگه بخواییم زندگیتون رو به چند تا فراز تقسیم کنید، اون فرازهایی که شما رو رسوند به جایی که احساس قدرت کردین و یه دوره‌ای رسید که شما به عنوان برحالی که از مردای قدرتمند در عرصه اقتصادی ایران بودید، اونا رو برای ما تعریف کنید.
شما برخلاف همکاراتون اقرار میکنید که من یه مقطع معتبر بودم، قدرت داشتم. چه اتفاقی افتاده که نمیشه همه همکارا یه طرز فکر داشته باشن؟ ما به زعم خودمون فکر کنیم بودیم. برای من هم بله، فکر میکنم که وقتی یه موضوعی مطرح میشه، یک فردی طرح میشه، خیلی عظیمی از طیف جامعه در دو دسته قرار میگیرن. یه دسته خب موضع علیه دارن که ممکنه لحاظ دیدگاه های خودشون باشه، یه دسته هم لحه شخص موضع خواهند گرفت. ما جلسه‌ای که در واقع اخیراً هم با همکار عزیزتون بود، به نظر میرسه که مجبور شدیم تا یه حدی پاسخ مواضع علیه رو بدیم. امروز مواجه شدم با محبت شما که از من به عنوان فردی معتبر ذکر میکنید. بالاخره من در یه مقطعی از زمان مجموعی از فعالیت اقتصادی رو آغاز کردم، با خیلی عظیمی از جوانها کار کردم. در اون مقطعی که من کار میکردم، تو جذب نیروهام همیشه سعی میکردم جوانها رو که کم کار کرد هستن، وایت پیپرن، سفیدند، و اونها رو آموزش میدادم توی ورکشاپ های خودم و به کار میگرفتمشون. خب بیش از شاید 209 بیزینس ما 209 کسب و کار رو ما ران کردیم، خودم شخصا خلق کردم و ایجاد کردم، مدیریت کردم و توسعه دادم. مستقیم و غیر مستقیم خیلی عظیمی از جوانها رو درگیر کار کردم. لطف خدا بود، همشون لطف خدا بود. و به نظر میرسه که در شرایطی که ایجاد و یا تشکیل و یا مدیریت شرکت‌های اقتصادی، شاید یک شرکت اقتصادی برای شخص یا اشخاص سهامدار دچار سختی و اشکال باشه، خب فردی باشه که بتونه بیش از 50 تا شرکت رو مستقیم کنترل کنه و مدیریت کنه، اون فرد شاید متمایز از دیگران بشه. خب در یک مقطعی هم به لحاظ شرایط سنی که داشتم و علی‌القاعده تجربه کمی که برای اون پوزیشن خاص ایجاد شده بود، یه سوء تفاهمات پیش اومد که این سوء تفاهم به لحاظ رسیدگی های قضایی تبدیل به پرونده های قضایی شد و بعد 13 سال تقریبا سکون، حدود یک سال هم که دوره ریکاوری. من پیش بینی برای دو سال دیگه است. این کامنت ها مرتب میان شهرام الان وقت کمک کردم. اما من فکر میکنم که هم کسانی که از نزدیک من رو رسیدگی کردن، هم که افرادی که از نزدیک با من کار کردن، از شهرام جزایری اقدامات سنجیده توقع دارن، انتظار دارن که من در واقع کار کارشناسی کار حرفه‌ای بکنم. خدا هم کمک کرد به ما در طول این مدتی که هر بار کار رو پیش بردیم. تلاش من این بود که همیشه اصول ورزش‌های اخلاقی رو به عنوان محور در تجارت رعایت کنم. همیشه من گفتم باهوش کسیه که دروغ نگه. اگر که یک فردی اونقدر هوش و استعداد داشته باشه و بدونه که بعد از کوتاه مدت یک فعل کذب با یک فعل نادرست رو مخصوصا در اقتصاد و تجارت انجام بده، این فرد به زودی از گردون خارج میشه. قدیما میگفتن کاسب بار شیشه هم میکنه و تاجر هیچ وقت حرفش و قولش به هم نمیخوره. همونجوری هم که میدونید من از کف بازار کار اقتصادی رو آغاز کردم. در شرایطی که در پوزیشن بالای مدیریتی قرار گرفته بودم، اشراف کافی به در واقع وافی به جزئیات بیزینس داشتم، مخصوصا به عنوان یه تریدر یا بازرگان. این همون پله پله طی کردن است دیگه. من همین رو عرض کردم که گاهن میگن شهرام یه شبه رسیده به خیلی از توفیقات. من عرض کردم که نه، شاید پای خاطرات ریز من ترجه نشده بشینه کسی، بس که حجمه پرونده های اطراف حواشی کار زیاد بوده
ولی من فقط کافی خاطرات فروش کالاهای ایرانی رو در نمایشگاه آفریقایی برای شما تعریف کنم. گاهی گاهی میگم اگه ایلیا یک صدومی کار بکنه پوست گلش میکنم بسگریز. ما توی در واقع کشور جیبوتی لند گذاشته بودیم و جیبوتی هم تا یه حدی کپچر اسرائیلی هست. خیلی سخت بود برای اینکه کالاهای ایرانی رو با برند ایرانی و در واقع شرط ایرانی به تو بازار آفریقا ببریم. خاطرات خیلی زیاده. حالا یکیش این بود که گاهن من تجربه کافی نداشتم، بیمه ها با کالا رو میفرستادم. خب پسر جان تحقیقی بکن کشور قانونش چجوری، مقررش چجوریه. صرف این که تیم ورک هم میرفتن اونجا مجوزهای لازمه رو میگرفتن، گاهی چک نمی کردم که اونجا حالا جنس رو فروختیم دلارش چجوری بیاریم، ارزش چجوری بیاریم، واحد پولشون چیه. ما شده دلجوگر داشتم میرفتم اونجا، وارد میشدم با تیمم و نمایشگاه رو برگزار میکردیم. و یکی از نکات جالبی که ما تو برگزاری نمایشگاه داشتیم، مردم کشور آفریقا خیلی با هم گرسنه‌ان. مقادیر متنابه ما نون معمولی میبردیم برای بچه هاشون. باور کنید خیلی برکت میکرد و اونا رو من هدیه میدادم بهشون. یادم میاد توی یکی از این کشورهاشون که توی پایتخت جنگ بود، اطراف پایتخت جنگ بود، ما چک کردیم دیدیم خیلی کالاهامون اونجا ارزششون گرانه. فرض بفرمایید یک کانتینر مثلا بار ملامین و بار ترکیبی سود مثلا 5 تا کانتینر داشت. فکر کنم مثلا پسر تو چک بکن که چه خبره چی نیست. همینجوری من دستور صادر کردم که بارو بفرستیم، یعنی برید نمایشگاه برگزار کنیم تو اون کشور، به خصوص اسم نمیارم. و وقتی که بار ارسال شد با من خودم هم با پرواز شخصی در واقع قرار داشتم برم اونجا، با ما تماس گرفتن شبه نظامی ها، دور شهر دور پایتخت محاصره کردن، اجازه نمیدن که نمیشه هیچ ماشینی بره. من فوری خودم ماشین مواد غذایی کامیون نمیذارم برم، تو تردد سواری بود. من فوری خودم رسوندم پشت اون محدوده‌ای که ماشینا بودن، حدود 10-12 تا فکر می‌کنم 10 تا 12 تا کامیون بار داشتیم. ما توی جیبوتی ورکشاپ داشتیم، انبار داشتیم، از اونجا بارو می‌بردیم. به نام یه شرکتی بود به نام ایمکسکا توی فرانسه، تحت پوشش شرکت فرانسوی من بار میفروختم اونجا. خیلی هم تلاش میکردیم برنده هاشو بکنیم، تو بعضی مواقع نمیشد. رفتم اونجا توی اون موزه دیدم وای چه خبره. حساب کردم گفتم که خیلی خب اگه من از بین این 10 تا کامیون 2 تا کامیون هم برسونم اونجا، پول 16 تا کامیون برگردوندم. 16 تا کامیون منظور نظر سود بار بود، خود کامیون هم ولی آسیب ممکنه ببینن. اینا اینجوری میکردن که کامیون ها وقتی میومد با آرپیچی میزدن توی اون قسمت بارش، چپ میشد کامیون، بارش رو برمیدشن، کامیون هم کاری نداشتن. بارش چی بود؟ هرچی بود، مواد غذایی بود، بار خرما بود، بیسکویت بود، روبه گوجه بود، ملامین بود، ترکیب بار نمایشگاهی مصرفی. یادم میاد مدیرم همه گفتن آجی از بارو برگردونیم، شاید مثلا 20,000 دلار 50,000 دلار یادم نیست رقمش، 50,000 دلار هزینه است دیگه. من یه خود فکر کردم و یه استخاره کردم، گفتم کدوم یکی از این کامیون ها پول میگیرن، پول کامیون رو میگیرن و میرن. پول کش هم همراه همون بود، فکر میکنم کامیون هم 15,000-20,000 دلار یادم نمیاد، بازم عدد هاشون تخریبی هاشون برابرم پول کامیون به راننده کامیون پول دادم. میگم اگر رفتی چپ شد ماشین تو خودتو که نمیکشن، چپ شد پول تو بگیر. کامیون اول رفت زدنش چپ شد، کامیون دوم رفت زدنش چپ شد، کامیون سوم همینطور. جالب اینجا بود که مسیرش خیلی پهن بود، مسیر عبوری مسدود نشد. شاید 3 تا کامیون اونجا چپ شد، ریختن وقت میزدنش. خود شبه نظامی ها نظامی قاطی مردم میمدن جمع میکردن، اساسا رو برمیداشن میبورن یا تنکیوی هم میکردن. من هم اونجا ایستاده بودم، تقریبا یک کسی بود سرکده شما. من دیگه آروم آروم اومدم فارسی و انگلیسی و آفریقایی اون قرقاتی باش صحبت کردم، یه میونش با هم خوب شد، خوشحال شد دیگه 3 تا کامیون اونجا ما چپ کردیم بهشون دادیم و اجازه داد بقیه کامیون رو ما بردیم.
من هفت تا نه تا یادم نمیاد کامیونو رسوندم به شهر، خیلی سود خوبی داشت تو نمایشگاه ما. حالا چرا اون سه تا چرا جیبوتی؟ خب حالا عرض میکنم من این یه نمونهش، مثلا فکر میکنم الان گاهی پیش خودم میگم، مثلا تو گاهی میان از من سوال میکنم فروش فلان کالا توی تهران، خنده میگیرم واقعا. اینا همه همزبونیم، همه همراهیم، همه میتونیم دیالوگ کنیم. اینا فقط خبر ندارن که ما کجاها بارو فروختیم. بالاخره بیزینس سخته. من یادم نمیاد یه بیزینس ساده ای رو کرده باشم. همه بیزینس ها همینطوری بود. مثلا کالا میفروختیم، همه چیمون اوکی بود. ما 6 میلیون دلار من یادم فروخته بودم. بعد مدیر دفترم میگه آقا اجازه نمیتونیم پول برگرد ببریم دبی، یا داریم الماس بخریم. تو خرید الماس ها اصلا کلی تیمای کارشناسی باید میذاشتن درگیر داشتش، مثلا پول به خلبان مثلا میدادم میآوردیم. بالاخره میخوام بگم که چی بوده، بیزنس بزرگتر از بازار؟ آره نه، میخوام بگم بالاخره بیزینس همینطوره. من ندیدم و نشنیدم کسی که بیزینس درست کرده باشه و سختی نداشته باشه، به رغم اینکه در متاسفانه باب شده، یعنی شهیر شده به اینکه شهرام منش با زد و بندوران تو اینها. اینو مدیرای من اگر سه شما تحقیق کنیم میگم آقای پدر ما رو در میاره اون روغن فلان کارخونه رو که من در واقع بردم تو بازار آسیای میانه پول کردم. باور کنید اون موقع 400-500 هزار دلار فقط توی سیتی سنتر دبی گذاشتم، مجانی هدیه دادم، گیفت دادم به مردم که اصلا این برند رو کنار ترکا، کنار فرانسوی، برند روغن ایرانی که اسمش رو نمیارم تبلیغات بشه. و بعد مشتری آسیای میانه اومد، خیلی عظیمی از روغن رو ما میفروختیم. بالاخره کار بیزینس سخت بود. این تو حوزه کالا. تو حوزه های در واقع دیگه یکی موارد جالب اتهامی من، موارد اتهامی نبود، مطرح هم نشد، ولی میگفتن تو اخلال از صادرات کردی. من چیکار کردم؟ خب یه نمونهش این موضوعه که من توی یکی از این کارخونجاتی که اینجا ران کردم، این کارخونجات در واقع مشابه این کارخونه رو در واقع اروپا برای یه تیم دیگه ای درست که مشورت دادم بهشون و تقریبا از اعتبارم کمکشون کردم. خب کارخونه خیلی خوبی بود نسبتاً. 5 میلیون دلار اینو خواستم به من کمیسیون بدن، حق مشاور بدن. خب بالاخره من تاجر بودم، برام سخت بود که کمیسیون بگیرم، حق مشاور بگیرم. هنوزم سخته. هیچ وقت نگرفتم. هرچی فکر کردم گفتم نه من از شما پول نمیخوام. رفقا گفتن که نه، تو یه خود فکر کردم گفتم خب آقا شما میخواین این کارو بکنی، من این کارو براتون کردم. من یه محموله 100 هزار دلاری رو به گوجه بهتون میدم، شما به 5 هزار از من بخرید. با شما که میخواین 5 هزار هدیه کنیم، در واقع یه صدور خدمات فنی مهندسی کردید شما. من سریع به در واقع دفتر دبی تماس گرفتم، گفتم یه پرفورمای رو به گوجه در واقع بگیرید از تهران به 100 هزار دلار. اون دلار بگم 800-900 تومان بود، 90 میلیون تومان به این میزان چند تون میشه بخن انقدر بخن 100 میلیون تومان بخریم. بخن خیلی خب پرفورما رو بدین، سلر طرف ایرانی شرکت های ما بشه، بایر هم این طرف انگلیسی شرکت های رفقا ما. 5 میلیون دلار بزنید. 5 میلیون بخن ما رو میخوان 100 هزار دلار 100 میلیون تومان رو به گوجه ما رو 5 میلیون دلار بخرن. که بعد این معامله انجام شد، حتی ریز توی پرونده نیومده، ولی حواشی پرونده، حواشی قضایی کارشناسی پرونده اینا رو گفتن اخلال در صادرات. یعنی همین، مثلا من 100 میلیون تومان رو به گوجه صادر کردم، 5 میلیون دلار رو فروختم. درست حالا مثلا 150 هزار دلار 130 هزار دلار میفروخت، ولی بالاخره من یه کنار این رو به گوجه خدمات فنی مهندسی هم دادم به اونور و این دلار اومد تو کشور. یا همین موضوع 50 میلیون دلاری که اتفاقا مطرح رسیدگی هست، من واقعا جسارتی نکردم و نمی کنم به شما یا هر عزیز بزرگواری که تو این کامنت ها دیدم می گفتن چرا کارشناس اقتصادی نیاورده بودین. شهرام که به اون همکار شما می گفت شما مثلا اطلاعات اقتصادیتون ضعیفه، خب چرا کارشناس اقتصادی نیاوردین شهرام مثلا، در حالی که من ادعایی ندارم. خیلی شفاف و مشخص و روشنه، ما برابر یک قرارداد ریفایننس از محل منابع مالی کشور امارات، حوزه هاشم علی، منابع عربی حوزه هاشم خلیج فارس، 50 میلیون دلار ارز تو شبکه اقتصادی کشور آوردیم. حالا تو ملک و مسکونی و چی و چی آوردیم، تو شبکه اقتصادی کشور اومده. آیا بگذارم ادامه صندوق زمان صادرات ایران؟
همین 5 میلیون دلار رو شرکت دبی من 10% زودتر از مورد مقرر تسویه کرد. یه دفعه منو کپچر کردن و توقیف کردن. 2 سال بعد با تاخیر مجبور شدن این پول رو برگردونن. بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادران مشترکاً این پول رو برگردوند بلا استفاده در واقع. خب حالا من تو این کشور ارز اوران دلارش موجوده، سندش موجوده، قراردادش موجوده. همین الان با ضمانت با LCI بانکی ما به ما کالا نمیدن. LCI بانکی ما رو قبول ندارن. در حالی که من شرکت هام در کشور امارات شما بهتر میدونید در دنیا صرف یه بگ ضمانت نامه کسی به کسی پول نمیده. در همه جای دنیا در همه جای دنیا ابتداءً اعتبار سنجی میکنن طرفو. بررسی میکنن که ببینن آیا این شرکت، این فرد توانایی منیج این پول، این بیزینس رو دارد. اگر دارد اون اعتبار رو تسویب میکنن. در نهایت سهل میگیرن روی تضمین و توثیق و وثیقش. این هستش که خب این سابقهش موجوده، نیازی هم نیست کسی، ما هم ادعایی نداریم، نیازی هم نیست کسی در واقع بیاد و بخواد حوزه در واقع تعریف رو تفسیر بکنه یا موارد دیگری رو. خب تنها سوالتون باقی میمونه و فکر میکنم خیلی هم باقی همه سوالاتتون رو کردیم، فقط این یکیش باقی میمونه. نه نه تو این زمینه شروع میشه تازه. اینه که خب اگه همه چی موجهه و سند داره. آره شما میخواییم بفرمید که شما 13 سال تو زندان. والا من نمیخوام خیلی اینو باز کنم چون بالاخره روال توی کشور ما دفعه فردا دوباره منو دستگیر میکنم میام یه دوباره محاکمش رو بازبینی کنیم پرونده تو. البته من ابایی هم ندارم از این موضوع چون اسناد و مدارک تو پرونده است 100 سال دیگه هم بازبینی بشه معید صحت و سقم مطلب هست. اما بله خب اتهاماتی که محکومیت های قطعی من معلومه 4 سالش کارت سربازی بوده. سال آخری که آزاد شدم تازه متوجه شدم بابت کارت سربازی که به من 4 سال حبس دادن باید تهدید، چون جعل کارت سربازی نبود، یه گواهی برای من صادر شده بود که طی مراتب قانونیش در واقع طی مراتب کمیسیونش نهایی نشده بود، یه گواهی جانبازی صادر شده بود ولی محکومیتش قانونش هست. تهدید به حبس بود، یعنی برای نوبت اول باید تهدید به حبس میدادن 6 ماه. یعنی شما گواهی نامه جانبازی گرفته بودین؟ یه نامه رو داده بودن تایید کرده بودن که 20% در واقع جانبازی داشتم. چون ما اهواز که بودیم من جبهه هم رفته بودم پشت جبهه، حالا با یه سری دوستان ماشینم در واقع چپ شده بود، مطمئن جان من اشکالی پیدا نکردم ولی دوستان که همراه بودن گفتن ما تصدیق میکنیم که اینطوری هست. جبهه هم قربان بار میفروختین بیزینس میگردیم. جبهه واقعا فضاش فضایی بود که وقتی مردم میان اونجا جونشون رو بله ما بچه جبهه جنگ بودیم، بالاخره خوزستانی بودیم و در جبهه شاید در جنگ بیشترین آوارگی رو خوزستان می‌کردیم. ما 1 سال بعد از جنگ از اهواز رفتیم به شهسوار تونکابون، 1 سال قبل از جنگ هم برگشتیم. در واقع میشین جنگ زده؟ بله ما جنگ زده بودیم، دوران جنگ در شهسوار جنگ زده بودیم. اما ملت عزیز شهر تونکابون واقعا پذیرایی خیلی خوبی کردن، تا همین الان بهترین دوستان من همون تونکابونی هستن. شما زندگی راحتی نداشتین درسته؟ ناراحت هم نبودم. نه خب از یه جایی بعدش که خیلی راحت بودین، بعد فکر کنم خیلی مقطعی و سینوسی بوده یا نه تو اون دوره ناراحتیه دلخوشیاتون رو داشتین، تو زندانه امیداتون رو داشتین، تو اوج بیزنسه نگرانیاتون رو داشتین؟ من مثال میزنم همیشه به دوستان میگم که آدم های پر عمق عمیق و آدم های کم عمق مثل رودخانه میمونن. رودخانه یک کم عمق، اصلا رودخانه رسالت اصلیش این است که آب رو از در واقع حاشیه کوه ببره به دریا. رودخانه که عمیق کم عمقش کمه، وقتی که یه بحرانی، یه سیلی، یه طوفانی میاد آب رو به اطراف میریزه و مزارع اطراف و جنگل ها رو نابود میکنه. وظیفه اصلیش که همانا رسوندن آب به دریا هست رو انجام نمیده. لذا این اثرات کم عمقی است. برعکس رودخانه پر عمق آب رو مهار میکنه. درسته تا لبه
در واقع سطح رودخانه ممکنه آب باشه، ولی توی اوضاع بحرانی آب رو در واقع مقصدش که دریاست میرسونه بدون اینکه کشتارهای اطرافش رو خراب کنه. آدمای کم عمق و عمیق هم تفاوتشون همینه. آدمی که کم عمق باشه تا یه بحرانی میشه زود ناراحت میشه، گریه میکنه و هم میرزه، تا یه پولی چیزی به دستش میاد، توفیقی به دست میاد، انقدر خوشحال میشه که خنگی میزنه، همه فهمن که فلانی پول داره. در حالی که آدمی که عمیق هست، عشقش رو، شکست‌هاش رو یه گوشه از قلبش نگه میداره، توفیقاتش رو یه گوشه دیگه از دلش نگه میداره، پیروزی‌هاش رو، دستگیری‌هاش رو، نابودی خانواده‌اش رو، پوزیشن اعتبارات اجتماعیش رو و خیلی از موضوعاتی که ناخوشاینده و در کنارش توفیقاتش رو، اینکه رأی براعتش رو از بالاتر مرجع قضایی کشور، خوش حسابیش رو از بالاتر مرجع قضایی کشور. این مسئله خوش حسابی شاید شما تا حالا اینقدر نشینده بودین از من، شاید 14 ساله بله رئیس حکمی است که حکم بسیار بالایی است، 14 ساله که در واقع کسی این رو اینقدر بولد از وقت تو رسانه ها هست ولی اینقدر بارز نشینده. من یه خاطره کوچیکم بگم از شما. خواهر من شهرزاد در کشور امارات بود. خب بحث این بود که شهرزاد معاون شهرام بوده و دستگیرش میکنن و حقیقتش که اونم ترسیده بود و از کشور امارات رفته بود سفر کاری، رفته بود به کانادا تورنتو و بعد مطرح بود که خب ویزای فکرم 3 ماهه گرفته بود، این ویزا اکسپایر شده بود و باید شهرزاد یا پناهنده میشد یا درخواست ویزای مجدد میکرد. تو این اون که بلخوازی که خودش هم میدونست از نظر اعتقادی من مشکل دارم با اینکه خانواده من پناهنده کشور دیگه بشن، ما ایرانی هستیم و همه باید به ما پناه بیارن، لذا درخواستی، یه دادخواستی رو به دادگاه کانادا در واقع تقدیم میکنه. بیش از 75 جلسه شهرزاد رو و محسن رو و پسرش دانیال 7 ساله رو اونجا محاکمه میکنن، بازجویی میکنن، محاکمه میکنن. دادگاه بدوی رأی میده، دادگاه عالی دیوان عالی کشور، دادگاه عالی کانادا، های کورت کانادا. در نهایت بعد از 75 جلسه رأی صادر میکنه. این رأی 6 ماه قبل از رأی دوم دیوان عالی کشور من بود از نظر ترتیب توالی. خواهرم هم میگه در طی بازجویی ها که از ما اونجا انجام میشد، همش اونا هم میدونید که در تمام دنیا کسی که رشوه بده، کسی که آدم بدی باشه بده، این که درست نیست، ولی میگفتش که شهرام همونجوری که من نشستم تو دادگاه فرغون فرغون مدارک رو از طریق تهران میآوردن، مدارکی میآوردن که تو دادگاه های ما اینا در واقع نداده بودن بهمون، مثلا رو بیمارستان فلان جا رو که ساخته بودیم، فلان جا مدرسه ساخته بودیم، اینا همه رو دونه دونه میگفتن اینا شما چرا کردید، چه عوضی میخواستین، چرا میگن. میخوام بگم که یه تحقیقات کافی و وافی از ایشون کرده بودن و جالب این که در نهایت گفتودن ما از پسر شما میخواییم تحقیق کنیم، رفع ماهای آینده ازش تحقیق میکنم. گفت دادگاه خط کردن تا جلسه بعدی، جلسه بعدی هم که رسیدیم 3 ماه بعد گفتم خب رأی میخواییم رأی بدیم، از پسر شما هم تحقیق کردیم. خواهیم هم گفت که شما ما را احضار نکردیم، نگوییم که اینا در یک تایمی در واقع با لباس در واقع مبدل میرن مدرسه دانیال پسر شهرزاد به صورت متخصص های در واقع جرمشناسی کودک، دکتر روانشناسی، 3 نفر با لباس های رنگی خیلی خوشگل با یه ون بازی، انبوی از اسباب بازی میرن اونجا، جزء برنامه های تفریحشون قاطی میشن، این بچه رو میبرنش در واقع اردوی جایی، حالا در طی برنامه های اون مدرسه شون. اونجا از ایلیا از دانیال خیلی سوال می‌کردن که دایی آره دانیال خیلی منو دوست داشت، همیشه من بیکاپش می‌کردم، بچه نداشتم، بهشون گفته بود که my uncle is one of the largest Santa Claus in all the world، دایی من یه بابا نوئل بزرگی در دنیاست. و بعد از کارهای ما دانیال تعریف کرده بود که اینجوری کردیم اینجوری کردیم مواردی که بودش و سوالات خیلی تخصصی ازش کردن که شهرزاد پروندهشون بود. در نهایت دادگاه عالی کانادا رأی صادر میکنه که این رأی الان موجوده، اگر خواستید من تقدیمتون میکنم، با این عبارت که his client's brother is good credit balance، یعنی این کلاینت، این متهم یه برادری داشته که خیلی خوش حساب بوده و خیلی در فعالیت اقتصادیش موفق بوده. بنابراین شهرام جزائری علاوه بر اینکه از دیوان عالی کشور ایران
حکم خوش حسابی و خوش اعتباری گرفته، مستند از حکمی که از دادگاه عالی کشور کانادا صادر شده و سیسیش توی همه سفارتخانه کانادا هست، حکمش هم من تقدیم شما میکنم به عنوان یک فرد موفق. حالا جزئیات بقیه اون رأی رو به شما اینجا عرضه میکنم که یه بخشیش واقعیت‌های تلخ پرونده ما بوده که من اونا چقدر قشنگ متوجه شدن. آنچه که علیه من مطرحه بوده و هست فقط مطالب حاشیه‌ای در سطح رسانه هاست، اندازه 13 سال این 13 سال. آنچه که مطرحه مستنداتش، اون عزیز بزرگوار میگفت در گفتن شما فلان، احساس میکنم من اینجا در ضمن احترام وافری که برای اون عزیز بزرگوار قائل هستم از یک فرهیخته حقوق و یک قضا سوال میکنم که آیا در کدام یک از پرونده های قضایی یا در کدام یک از قضاوت ها مردم بر مبنای احساسشون، در واقع که همیشه احساس در روابط شخصی هم اشتباه کرده، همیشه عقل و منطق و ادله اثباتی گفته میشه که احساس میکنیم تو دزد بودی، منم صبوری احساس میکنم که باید صبوری کنم و شما رو دوستتون داشته باشم، اما آنچه که اسناد هست، اظهارنامه هست، قراردادهای بانکی هست، فیشای تصفیه حساب بانکی هست، پرداختا هست، مدارک معتبر هست، قرائن هست، شواهد هست، رسیدگی های موشکافانه، خدا وکیلی من سوء حساب کردم، یعنی خدا وکیلی آقای منجعفر صادق فکر میکنم به جابر بن حیان میفرمایند که تو سوء حساب کردی با فلانی، میگه من حقمو گرفتم، یک قرون کردم، میگه نه این سوء حساب همینه در قرآن که حق ناحق شده باشه که ظلمه، یعنی واقعا دستگاه مقدس قضایی و قضات محترم رسیدگی کننده به پرونده یکی دوتا هم ندارن، بیش از 50 تا قاضی، 54 تا قاضی، همه هم قضات سالم سلامت بودن و حساس هم بودن روی پرونده من، کلمه به کلمه، بازبینی به بازبینی، گزارشات حفاظت اطلاعات، گزارشات وزارت محترم اطلاعات و کارشناسایی که همه چی رو باز کرده، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو پرونده من باز کردم، با حوصله، با حساسیت، با دقت، تحقیقات ویژه. آخه شما چرا اینقدر در واقع صریح به من میگید که خب اون که مقام قضاییه؟ یعنی چی اون که مقام قضاییه؟ بالاخره یه کسی رو وقتی مطرح میشه میدنش دست یک مطلع علم حقوق قضا و در این حال موثق نظام، تمام قضاتی که من رسیدگی کردن قضات ویژه بودن و بعد در نهایت هم حکم دیوان عالی کشور، بله بعضی عناوین جزایی گرفتن که اون عناوین جزایی خیلی خدا وکیلی سخت گیران است، من نمیخوام باز برود کنم باز بشه پرونده، ولی در نهایت محکومیت هایی هم برای من ساده شده، اما اتهام اصلی که شهرام جزایی اونجوری شما را حساس کردش اتهام کارت سربازی نبوده که، اتهام اخلال نظام اقتصادی کشور بود که لطف خدا و لطف امام زمان و اهل بیت ما سربلند بلند شدیم از اون قصه و براعت خیلی خوبی گرفتیم، دیوان عالی کشور در ماهیت پرونده به لحاظ حساسیت ورود کرد، لحاظی که هیچ جای دنیا هم اینجوری نیست که دیوان عالی کشور در ماهیت پرونده رسه شکلی میگه این رأی درست است یا نادرست است، خود قضات شریف دیوان نقل میشه از طرفشون که با توجه به اینکه پرونده حساس بود ما مجبور شدیم بریم تو در واقع جزئیات قضیه. خیلی جالبه پاسخ شما رو اونجا داده شده، تو اون رأی اومده ما در مورد دسترسی به شکایت علیه آقای شهرام جزایری تلاش فراوان کردیم. ببخشید معذرت میخوام، تو کدام یکی از پرونده های قضایی مقامات عالی رتبه قضایی دیوان عالی کشور علیه متهم دنبال شاکی میگردن؟ آنچه که در پرونده هست اصلا طرف 30 تا شاکی هم داره ولی برگ شکایت ها نیست، نقص پرونده میزنن میدن دادسرا زنگ میزنه آقا شاکی اگه شکایت داری بیا گزارشتو بذار، دیوان عالی کشور در رأیش گفته ما در واقع با توجه به اینکه پرونده حجم اوراقش متشتت و پراکنده و نامنظم بوده معلوس ما برای دسترسی به شکایت و یا اظهار نظر ارگان‌های مالی دولتی زیرصلا و یا سیستم بانک کشور علیه شهرام جزایی و شرکت‌های وی کوشش فراوان شد، یعنی کوشش کردن در این رابطه، تلاش کرده قضات هیئت حاکمه دیوان عالی کشور اما چیزی به دست نیامد، چیزی وجود نداشت. که آقا بزنن زمین نه سیاست من جسارت به
دستگاه غذا نمیکنم و جسارتم در واقع به خودم نمیکنم، اجازه هم نمیدم. یه سری اقامات وجود داشت. بله وقتی که وقتی که یه طرف میاد در یه وانت یه تونی دو تون بار میریزه، 10 تون بار میریزه، بالاخره حساس میشن. قضات شریف دیوان عالی کشور میگن به خاطر پاسخگویی در همین تاریخ که من باید الان پاسخ حتی رأی اونا هم حکم اونا هم در واقع دفاع بکنم از حکم بالاترین مرجع قضایی کشور، میگه ما تلاش فراوان کردیم که آیا اصلا شاید خود ما رأسا به عنوان هیئت حاکم دیوان بررسی کنیم علیه ایشون، بعد چنین استنباط میشود، اما چیزی به دست نیامد. چنین استنباط میشود که هیچ یک از بازم انشاء کرده هیچ یک از ارگانهای مالی دولتی زیرساخت یا سیستم بانکی کشور علیه آقای شهرام اجازه به شرکت های بی گله و شکایتی ندارن. یعنی مگه ببخشید مقام قضایی محل رسیدگی به گله هاست، ولی من البس گفته ندارن. یعنی گوشی رو برداشته گفته بانک فلان این شهرام جزائری که شرکت فلان داره شکایت کردش نداریم که نداریم. خب آدم زب و زرنگی بوده، یه وقت به نام این ولی همسایه اون ولی دری دیواری شیطنتی نکرده ازش گله هم ازش نداریم. منبع مالی اینا که تو همه بانکی‌ها تو دادگاه گفتن هر چی پول ایشون گرفته قبل از مورد مقرر تسویه کنه مقادیر متناوبی هم سود کارمزد داده. حالا این تفسیر چیه که آقا اینجوری کردن؟ چه تفسیرها سلایق شخصی احساس میکنم. آیا شما فکر میکنید میشه اقتصاد کشور رو با احساس با تفسیر با تغییر با سلایق شخصی خب رسوندیم به همینجا؟ اصلا من نمیخوام متغیر بشم، نه نمیخوام، اصلا میخوام بگم که دلیلی که الان وضعیت اقتصاد ما این است اصلا کوتاهی‌های مقام معظم رهبری نیست. حکم حکومتی مقام معظم رهبری در بندی که سیاست اقتصاد مقاومتی هیچ جای دنیا صادر نشده چنین حکم محکمی. واقعا من سیاسی نیستم، هیچ جهتگیری هم ندارم، از هیچ کس هم نمیترسم غیر از خدا. شما بندی که سیاست اقتصاد مقاومتی مطالعه کنید، مقام معظم رهبری ابلاغ کرد آقا در اقتصاد مشارکت عموم مردم باید به حد اکثر برسه در همه فعالیت اقتصادی. بابا دیگه دست من و شما و دولت و اینا بازه که بریم تو فعالیت اقتصادی شرکت کنیم. این از حکم حکومتی بالاترین فرد مقام کشور و من خواهش می‌کنم اجازه بدیم و تکلیف بر من مشخص. حالا یه سری در واقع مقاصد و اهدافی در یه جریانی مطرح میشه، همین جریانی فردی که اخیراً متهمه، آقای اسمش هم نمیاد، قلم سنگینه، حالا قاعده من باید خوشحال بشم بگم که خب من که قربانی به اصطلاح دولت اصلاحات بودم که اصلا ربطی هم نداشته و ایشون که در واقع قربانی دولت بعد از اصلاحات اون فرد معروف به اقدامات عجیب عنوان مقام دوم کشور، علل قاعده باید خوشحال بشم. من برنشم تو تریبونا علیه این برادر عزیز، این متهم عزیز جفسازی کنم، اطلاع رسانی کنم، بگم آقا دیدید من شما با من این کارا رو کردید، من به قول شما مفسد خوش حساب بودم، در حالی که این عزیز بزرگوار 2.8 میلیارد دلار پول برده. این همون احساساته، این همون قضاوت‌های سطحیه. من به عنوان یک فرد به اون مقام دولتی که در آن مقطع زمان در شرایط تحریم اومده این تصمیم رو گرفته و مقداری از نفت کشور رو به ایشون و افرادی مثل ایشون داده خارج از کانال رسمی به فروش برسونن، دلار و ارز و طلا به کشور برگردونن، حتما برای خودش دلیل داشته. هرچند امروز دلیل شاید مورد رسیدگی مورد اتهامه، اما اون روز من تو جریان ریز نیستم و من قاضی این پرونده نیستم، شما هم قاضی این پرونده نیستین، رسانه ها، من شما و همه باید به دستگاه رسیدگی های حقه مقام قضایی دستگاه قضایی اعتماد کنیم. بابا ما شلو الان شخص عزیزی هست، اشخاص عزیزی هستن که دارن رسیدگی میکنن این پرونده رو و من مطلع هستم، مور از ماسم میکشم ایران. اجازه بدید اگه خدا نکرده حکم سنگینی برای این فرد اومد، شخص من میام اون حکم رو نگاه میکنم، ازا نظر میکنم، میگم بله ایشون اینجا درست رفتار کرد، اینا درست رفتار. اگر حکمی سبک اومد که خب بازم میام میگم خب از من اون موقع بخواید. من یه فردی هستم که خودم قربانی قضاوت‌های ناصحیح هست، به خودم اجازه نمیدم سطحی احساسی بر مبنای تیتر فلان تیتر روزنامه که فلانی گفته از اینجا تا اونجا اسکناس 500 تومانی بچینیم
ببخشید مزارم هم کل دنیا رو تعطیل کنیم، همه رو بدیم به حضراتی که در تمام دنیا امثال شهرام جزایری ها هستن که چرخه اقتصاد رو میچرخونن. آقای سویچی رو هوندا روز بازنشستگیش میاد تمام داراییش رو میبخشه به بنگاه خیریه و خانوادش رو از ارث محروم میکنه. من هم همین کار خواهم کرد. میخوام چی کار دیگه؟ همین که عزت و احترام دارم، همین که محبت همه منو کردین توی سیاه‌چال زندان اوین کانه بردم و سلام، خدا نخواست خدا عزت به ما داد. اون وقت از زندان که آزاد شدیم فلان عزیز بزرگوار میگه شهرام جزایری پس از آزادی از زندان 10 سال جوانتر شده. چه استدلالی؟ این هم استدلال احساسیه. اگه فرض کنیم که جوان شده باشه، قیافه من واقعا نسبت به 29 سال پیش 15 سال پیش که 29 سالگی واقعا جوان شده؟ واقعا جوان، من جوانترم، یعنی خدا وکیلی تر شدم برادر. نه خدا وکیلی حالا نسبت به همسنم ممکنه بالاخره من جن پوست صورتم بله. روشنه، من مواد مخدر مصرف نمی‌کنم، سیگار نمی‌کشم، از این کثافت‌کاری که گره‌های روحی برای آدم‌ها ایجاد می‌کنه نکردم، خب قرآن می‌خونم، نمازم هم می‌خونم، بالاخره دستم اگه دستم برسه می‌گیرم. اینا اونایی است که شاید یه خود سرعت پیر شدن از آدم کمتر می‌کنه، ولی آره. ولی من مصداقی می‌خوام عرض کنم، همون مطلبی است که تو اینترنت هم هست، احساسیه. واقعا من که شما عکسم تو اینترنت هست، روز محاکمه با الان یکی‌ام، نصف موهام سفید شده. شما از اول انقدر معتقد بودین؟ چرا که نه؟ نه میخوام بدونم ریشه تو کودکیتون داره یا مگه دوره میگه میشه مگه شما نیستین؟ همه ملت نه بعضی توی دورهایی بیشتر مثلا. همه ملت ایران ملت معتقدی هستیم، هیچ کجای دنیا ملتی به این خوبی به این معتمد نه من سراغ ندارم. غافل هستیم ها، اگه شما این سوال از من بکنید که شما غافل هستیم یا نه، بله منم در این مقطع ممکنه درگیر شدم غافل بودم، ولی در یه مقطع خیلی زیادی وقتی میبینم 14 سال گرفتار میشم، وقتی منو دستگیر کردن شب اول دستگیری گذشت اجازه نمازم به ما ندادن سلول انفرادی. شب دوم یا سوم بود که من رسیدم به سجاده، گفتم خدای من یه چله قفیله برمیدارم و خداوند خودش پاسخ میده. واسه چی شهرام جزایری نماز قفیله؟ عجیب. اون مثلا نماز میخونه که قفیله بخونه؟ بخوندم قفیله رو. وایساد بالا سرم بدون مثلا داشم میخوندم گفتم ما تو رو خدا بلکم کارمون رو بکنیم. ما چله قفیله رو برداشتیم. سلو فکر کن 7-8 صبح بعد میرفتیم، من پناه بردم به سلول سلول انفرادی برای ما استراحت بود، آرامه بود. بازجویی ها این که اینجوری کرد اونجوری اونجوری شد اونو بردی اینو کرد خوردی زدی دزدیدی کشتی ادامت میکنیم آبروت میبریم شطرنجیت میکنیم. از لالولای این اتهام هم میگفتن تو رو به خود من رو بکشی ولی آبروم خانواده همو نبری آبروم من نبریم بکشون اشکال نداره. ولی یعنی بین خواسته من نیت من نظر من از چله قفله آزادی و این مسائل نبود که آبروم رو نبرید فقط و من به خدا این کارا که شما می نکردم. یادمه قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده که الان اصلا وضع خوبی نداره، خداوند به سزای عملش رسوندتش، به من انشاء میکرد تو مقادیر متناوبی از اموال رو بردی و خوردی و من میگفتم اوکی اسنادش رو هم میاریم. تا همین لحظه چنین اسنادی ملاحظه نشد، دروغ بود، کذب بود، ردم شد. ما چله رو برداشتیم بعد از نماز قفل، قبل از نماز عشا من تفاعل می‌زدم به خاطر سیممون واس بود اونجا شرایط خاصی بود. یه بار میواد سوره مبارکه یوسف یه بار میواد یه جا هشدار میواد. هر دفعه منم تفاعل می‌زدم انگوش می‌زدم خودم. باور کنید مو به تنم سیخ میشه. خب جدای از اینم چوب خط می‌کشیدم که چند روز زندان هستم. یه روزی تفاعل زدم دیدم که همش میگه فلانی دعا کرد دعاشو مستجاب کردیم. فلانی دعا کرد دعاشو ایوب دعا کرد دعاشو مستجاب کردیم. حضرت مریم بهش بچه خوب دادیم، حضرت یونس در شکم ماهی دعا کرد دعاش مستجاب کردیم. خدایا چرا انقدر مستجاب شد همه چی؟ من میگم برای قاضی نوشتم آقا دعای من مستجاب شد، شما نمیتونید منو شطرنجی کنید، نمیتونید آبروی منو ببرید، خدا من آبروی آدم حفظ میکنم. و براش نامه نوشتم از این قرآنایی که تو زندانم زیاد هست، صفحه 329 باز گذاشتم، من فارسی خیلی هم حالم خوب شد، باز گذاشتم قرآن گذاشتم کنار رو
فقط بازجوم یک دو سه روز بعد بازجوم گفت شهرام قرآنو باز داشتین اجنه قرآنو میذارم ببندش. گفتم پس بذار من عربیاش هم یادداشت کنم. وقتی نگاه کردم دیدم سوره مبارکه انبیا آیات 82 الی 92 دقیقاً ذکر مبارکی که در نماز قفیله شما میخونید و زنون بسم الله الرحمن الرحیم و زنون ذهب و مقادم فلان دقیقاً اون آیه اومده بود. بعد من برگشتم چوب خطا رو شما دیدم 43 روزه، یعنی خداوند روز 40 نماز قفیله ما دعای ما رو مستجاب کرده بود. خب هست، یه چیزایی هست الزاماً همه چی ظاهراً یا تخفیف مجازات رو عرض میکنم. نه فقط این بود که آره نه اصلا نمیفهمم، اصلا چی نمیفهمم، بودم نمیفهمم چی میگن. الان هم بحث این است که حالا همه ما میگیم خدا هست، معاذالله کسی بگه خدا نیست، معاذالله، اما کدومی که از ماها اعتقاد داریم، اعتماد داریم به خداوند؟ کدومی که از ماها به لطف و کرم خداوند به طور کامل اعتماد داره؟ همه چی بسپاریم به خدا. من وقتی تو دادگاه میرفتم میدونستم خدا خودش خبر داره ما چه کردیم، میخندیدم، لبخند میزدم. همین الانش شاید در از نظر بحرانی شرط خوبی نیست، همین پنج روزا که اون مصاحبه پخش شده خیلی عظیمی از دلسوزان به اصطلاح خودشون، دلسوزان نظام به اصطلاح خودشون تماس داشتن، اس ام اس دادن، پی ام دادن به من که تهدید کردن که آی میگیریمت، میزنیمت، میخوریمت دوباره. حالا شما خواهشان شما، من اینا عرض میکنم شما دامن نزنید، ولی من توکلم به خداست. کسی که با خدا معامله بکنه از خدا هم میگیره. به لطف و کرم خداوند ایمان کامل دارم، سوزنی شک نمی کنم که خداوند اومدن اینجای ما الان در یه جای دیگه نوشته شده در عالم بالا. آینده ما اگر مرگ باشه، اگر سلامت باشه، آینده نزدیکی یا دور، همه رو خداوند خودش، رابطه طولی ذات اقدس اله، اراده ذات اقدس اله همینه. لذا استرس کم میشه، نگرانی پایین میاد، عصبانیت مهار میشه. تو زندان هم همینجور دیگه، همینطور زندان. اتفاقا تو زندان اتفاقا بیشتر. توی زندان من چون یه فردی بودم با حبس سنگین، مجبور بودم که از تو اتاق میام بیرون و همه لبخند بزنم، باید انرژی میدادم. من اگه میشکستم خیلی هم میشکستم و خداوند همیشه کمک میکرد. ناشی از این سکینه و آرامه، ناشی از اعتماد کامل به خداونده. من خودم رو در دریای بیکران ذات اقدس اله رها کردم، هرچند که تلاش میکنم، هرچند که سعی میکنم کار درست انجام بشه، اما در نهایت ولا تحزن علیهم اللهم معنا، نترسید که خدا با ماست.